مهمان من که تا همین اواخر به عنوان مشاور ارشد و سخنگوی یکی از دو رهبر اصلاح طلب و محبوس ایران منادی اصلاح طلبی بود، حالا میگوید افتخار میکند و با صدای بلند اعلام میکند که اصلاح طلب نیست. معتقد است که شرکت در انتخابات عملی بیهوده است و تحریم انتخابات و مشروعیت زدایی از حکومت میتواند اثرگذار باشد. اگر دیگر اصلاح طلب نیست، پس چیست و میخواهد چه راهی پیش پای جنبش سبز بگذارد؟ آقای مجتبی واحدی، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. به نام خدا، سلام بر شما و سلام بر بینندگان برنامه شما. آقای واحدی، شما کماکان مشاور ارشد آقای کروبی هستید؟ من مشاور ایشون هستم. عنوان ارشد رو به خودم خیلی شایسته نمیدونم، چون دوستان دیگه بسیار دوستان شریفی هستن، ولی من مشاور ایشون هستم. بله. شما میدونید که بهتر از من میدونید که لقب خاص دو سال اخیر آقای کروبی شیخ اصلاحاته و شما میگید که افتخار میکنید که اصلاح طلب نیستید. این دو چطور با هم جور در میاد؟ اولا لقب شیخ اصلاحات مربوط به دو سال اخیر نیست و اتفاقا دو سال اخیر من بیشتر لقب شیخ شجاع در مورد ایشون شنیدم تا شیخ اصلاحات. شیخ اصلاحات لقبی است که از زمان مجلس ششم و حتی شاید قبل از اون، در زمانی که ایشون علارغم اینکه سمت رسمی و حکومتی نداشتن، یکی از پشتوانه‌های محکم آقای خاتمی به عنوان رئیس دولت اصلاحات بودن، این لقب بهشون داده میشد. ولی این دو سال اگر شما در سایت‌ها در گفتگوها بشنوید، بیشتر لقب شیخ شجاع بهشون داده شده به دلیل رفتارهایی که داشتن. اما چون هم در مقدمه شما گفتید هم در اینجا سوال کردید، من ضمن اینکه تاکید می‌کنم بر اون صحبتی که کردم و گفتم من اصلاح طلب نیستم، اما توضیح هم دادم، گفتم دو معنا وجود داره. یکی اینکه معنای لغوی کلام، هر کس بگه من اصلاح طلب نیستم، به نظرم مثل اینکه بگه که من با نور و خوبی و پاکی مخالفم. اصلاح طلبی در ذات انسان هاست و یکی از راه‌های پیشرفت انسان هاست و کسی، به نظر من هیچ کس نمیتونه با اصلاح طلبی مخالف باشه. حتی کسانی که با اصلاح طلبی مخالفن در این سالها سعی کردن لقب اصلاح طلب رو به القاب دیگه خودشون اضافه کنن، اصولگرای اصلاح طلب، اصلاح طلب اصولگرا. پس بحث بر سر معنای لغویش نیست. من توضیحی که دادم، گفتم دوستانی که تنها راه نجات کشور رو در شرکت در انتخابات میدونن و بعضیشون فکر میکنن اجرای بدون تنازل قانون اساسی نسخه شفابخش کشور هست، اگر فقط اصلاح طلب اونها هستن، من اصلاح طلب نیستم. الان هم همین رو میگم، اگر قرار اصلاح طلبی معنی بشه در شرکت در انتخابات به هر قیمت، یا حتی با همین فضایی که الان وجود داره با شرط و شروطایی که گذاشته شده و بعضی از دوستان گفتن اگه قرار شرکت در انتخابات نشان اصلاح طلبی باشه، من هم میگم اصلاح طلب نیستم. اما اصلاح، بله بفرمایید، ادامه بدید. اما اینکه اصلاح طلبی به معنای که درخواست کنیم هر انحرافایی که ایجاد شده، اصلا من بحث فقط نظام جمهوری اسلامی ندارم، انحرافایی که در کشور ایجاد شده، در مدیریت کشور ایجاد شده، حتی در رفتار خود ماها ایجاد شده، اگر اصلاح طلبی به اون معنا باشه، من ان شاءالله تا روزی که عمر داشته باشم سعی می‌کنم اصلاح طلب باقی بمونم. بسیار خوب، شما یک سلسله طبقه بندی کردید از اصلاح طلبی، ولی در عین حال طبق گفته خودتون دو نوع اصلاح طلب هم شمردین و یکی اصلاح طلب واقعی، یکی هم اصلاح طلب دروغین. و شما نگفتین که من اصلاح طلب واقعی هستم، گفتین من اصلاح طلب نیستم. میتونستین بگین که من اصلاح طلب واقعی هم. ببینید، همون نواری که از من منتشر شده، اگر مقدمه، مؤخره و متنش رو دقت کنید، همین ازش بیرون میاد. من در اونجا توضیح دادم، حتی در همونجا گفتم اصلاح طلب واقعی آقای کروبی و آقای موسوی هستن، در همون نوار، یعنی حتی شاید به فاصله چند ثانیه از اون نکته که در مورد خودم گفتم. پس حتما کسانی که با دقت گوش کردن قبول دارن. در ضمن من هیچ جا نگفتم اصلاح طلب دروغین. عرض میکنم اگر قرار اصلاح طلبی فقط به معنای شرکت در انتخابات باشه، من اصلاح طلب نیستم. بسیار خوب، حالا برگردیم به همین موضوع. البته شما اشارتون و اون صحبتتون هم در جواب به پیشنهادیه که آقای خاتمی دادن، مبنی بر این که به هر حال با شرایطی خوبه که مثلا اصلاح طلبا در انتخابات آینده شرکت بکنند. شما اگر که به کل با انتخابات، شرکت در انتخابات مخالف هستید، راه شما چیه؟ شما میخواین چطوری به اهدافتون برسید؟
ببینید، من باز این رو هم توضیح دادم، گفتم من هنوز در قبل از مرحله تعیین راهکار هستم. اگرچه تعیین راهکار کار من تنهایی نیست، من به عنوان یک کسی که میتونم مشورت بدم در کنار دوستان دیگه، ازشون مشورت بگیرم، مشورت بدم، هم فکری بکنم، حتما هممون باید به دنبال راهکار باشیم. اما من فکر میکنم همه ما در مرحله قبل از ارائه راهکار هستیم. به نظر من اون چیزی که باعث شد من موضع گیری خیلی تند بکنم اینه که احساس میکردم و هنوز هم احساس میکنم این نوع ورود به مسئله انتخابات، مشروعیت بخشیدن به حکومتی که به نظر من تا حدود زیادی مشروعیتش از دست داده. من در همونجا این سوال رو مطرح کردم که چه تغییری در گفتمان یا گفتار حکومت ایجاد شده. همین حکومتی که ما مدعی هستیم و به شدت هم بر اون ادعای خودمون پافشاری میکنیم که عامل تقلبه و جز با تقلب نمیتونه حکومتش ادامه بده، به چه تغییری ما رسیدیم و چه تغییری احساس کردیم که میخوایم به وسیله همین حکومت انتخابات برگزار شه و ما در شرکت کنیم. سوال دوم من این بوده که ما وقتی از انتخابات صحبت میکنیم، انتخابات که در هیچ جای دنیا هدف نیست، یک وسیله است، ما از این انتخابات میخوایم به کجا برسیم؟ به همین مجلسی که امروز رئیسش با افتخار فریاد میزنه میگه اگه رهبری با یک قانون مخالف باشه ما قانون رو عوض میکنیم. این همین مجلسی که دیگه حتی اختیار عزل و نصب وزرا رو نداره، آقای خامنه ای رأسا خودش میاد وزیر عزل شده رو نصب میکنه، یعنی در واقع پا جای پای مجلس که باید به وزیر رأی اعتماد بدهشون میذاره. من قبلا هم گفتم ایشون در قضیه وزیر اطلاعات این نبود که فقط در کار رئیس دولت دخالت کرده باشه. کار رئیس دولت درست یا نادرست بر اساس اختیارات قانونی یک وزیر رو عزل کرده بود. وقتی آقای خامنه‌ای اون وزیر رو برمیگردونه، یعنی وزیر رو ایشون نصب کرده، یعنی ایشون کار مجلس رو هم انجام میده. مجلسی که حق نداره قانون بگذرونه، که رئیس مجلس، میگم رئیس مجلس که باید مدافع حق نمایندگان باشه، میگه اگر ما بدونیم که رهبری نظرشون برخلاف این قانون، قانون نظرمون رو عوض میکنیم، قانون رو لغو میکنیم. یا وقتی میخوان در مورد ادغام وزارت تعاون بحث بکنن، صبحش میاد به نمایندگان میگه خیالتون راحت بشه، رهبری نظری نداره، اگر میخواید قانون تصویب بکنید. خب مجلسی که حق سوال از رئیس جمهور نداره، حق تصویب قانون نداره، حق عزل و نصب وزیر نداره، وقتی میخواد وزیر استیضاح کنه پیام از رهبری میاد الان به مصلحت نیست. من سوالم از دوستان اصلاح طلب این بود که ما میخوام در انتخابات شرکت کنیم که بریم تو این مجلس. ببینید، من این دو سوال مشخص، یکی این که چه تغییری در رفتار و گفتار حاکمیت دیدیم و ثانیاً شرکتمون در انتخابات با کدوم هدفه، چون خود انتخابات هیچ جای دنیا هدف نیست، فقط یک وسیله است. بسیار خوب آقای واحدی، حالا سوال من از شما اینه که آیا این مسائلی که شما برشمردید در مورد نارسایی مجلس، در مورد اینکه نیروی دیگه‌ای یا شخص دیگری در واقع حتی تصمیمات مجلس رو هم ملغا میکنه، آیا یه چیز جدیدیه یا اینکه در سال 88 هم که اون انتخابات برگزار شد یا قبل از اون هم یک همچون وضعیتی وجود داشت؟ ببینید، من اجازه میخوام اینجا تفکیک بکنم بین نظر شخصی و نظری که به هر حال به عنوان مشاور آقای کروبی داشتم. البته توضیح هم میدم تفکیک یعنی چی. من در 20 اردیبهشت 88 در روزنامه آفتاب یزد یه سرمقاله نوشتم با عنوان که با چه زبانی بگویند. همونجا گفتم که اجازه نخواهند داد موسوی، کروبی و خاتمی در انتخابات اثرگذار باشند. گفتم ببینید آقایون با چه زبانی به شما بگن کنار بکشید، این حاکمیت به شما اجازه نخواهد، به همین صراحت من نوشتم. یعنی من اون موقع هم خیلی اعتقاد نداشتم که انتخابات اثری خواهد داشت، اما فکر میکنم هر کسی که میشینه حرفای من و شما رو گوش میکنه و اتفاقات دو سال اخیر رو نگاه میکنه، با من و شما تا حدود زیادی هم با من حداقل هم عقیده خواهد بود که شرایط امروز کاملا حتی با شرایط دو سال پیش، که حرف شما رو هم قبول دارم که انتخابات خیلی این نبوده که نقش اول رو در اداره کشور داشته باشه، ولی امروز کاملا متفاوته. یعنی حکومت به جای رسیده، در هیچ دوره رئیس مجلس با صراحت از بلندگوی مجلس نمیگفت ما چون رهبری نظری ندارند قانون تصویب میکنیم یا اگر نظری داشتن قانون رو عوض میکنیم. در هیچ دوره، باز من تکرار میکنم، رهبری به صراحت وارد عزل و نصب وزرا نشده بوده. یعنی حکومت الان کارش به جایی رسیده که خیلی علنی از بی اختیار بودن مجلس میگه. الان این طرح نظارت بر نمایندگان که گذاشتن، درش بعضی بحثا مطرح بود. آقای جنتی تو نماز جمعه صحبت کرد که ما اگه لازم باشه نماینده رو باید در حین نمایندگی هم عزل بکنیم. من گمان میکنم اگر هم پشت پرده همچین اراده هایی وجود داشته، به این حد از جسارت نرسیده بودن که علنی بگن. به همین جهت من شرایط امروز اصلا با شرایط 2 سال پیش و 4 سال پیش و 6 سال پیش قابل مقایسه نمیدونم. بسیار خوب، حالا شما به نظر می رسید آقای واحدی اصولاً با انتخابات در جمهوری اسلامی ایران در شرایط موجود مخالفید، یعنی فرقی نمی کنه. شما گفتید و الان هم تا حدود این مسئله مطرح کردید که حتی اگر که عده‌ای هم که نماینده مردم باشن انتخاب بشن، باز اون مجلس مجلسی نیست که بتونه نمایندگی بکنه از طرف مردم. حالا موضوعی که پیش میاد اینه که یک راه میمونه و اون این که این نظام برچیده بشه و بنابراین شما بایستی یک، حالا ممکن میگین که در مرحله نیست که راهکار نشون بدید، ولی بالاخره تو فکر خودتون حتما یک راهی دارید.
ببینید، من قبلا هم گفتم چون اینجا بحث به هر حال مشاورت آقای کروبی مطرح شد، نظامی که شما میگید، این نظامی که الان وجود داره اصلا نظام جمهوری اسلامی نیست به تعبیر من و به تعبیر آقای کروبی. یعنی نظام به دست آقای خامنه ای، به دست آقای احمدی نژاد، به دست کودتاچیای سپاه سرنگون شده نظام جمهوری اسلامی. من خیلی صریح میگم و من هم نمیگم، آقای کروبی در آخرین پیامی که خود من منتقل کنندش بودم ایشون گفتن این نظام نه جمهوری است نه اسلامی. وقتی میگن نظام نه جمهوری است نه اسلامی، یعنی به نظر من خیلی این رو راحت ازش میفهمم که نظام جمهوری اسلامی در کشور حاکم نیست. وقتی حاکم نیست و قبلا حاکم بوده یعنی چی؟ یعنی سرنگون شده. از نظر من نظام جمهوری اسلامی با اون قرائتی که آقای کروبی قبول داشتن، که ممکن خیلی هم قبول نداشته باشن، سرنگون شده. من به خود آقای کروبی قبل از اینکه ایشون در زندان برن تلفنی عرض کردم، گفتم شما حتی اگر نظام جمهوری اسلامی رو نسخه شفابخش کشور میدونید، بگید ما میخوایم جمهوری اسلامی تشکیل بدیم، نگید میخوایم نظام رو حفظ کنیم، برای اینکه به قول خود شما نظام وجود نداره به هر حال. اما اینکه میگه چه راهکاری داریم، راهکار آقای کروبی در آخرین نوارشون گفتن، من هی از آقای کروبی میگم، برای اینکه به هر حال چون اسم مشاورت آقای کروبی رو اینجا از من نقل کردید، من میگم نظر خود من هم هست، یک انتخابات کاملا آزاد بایستی به طرفی بریم و با کمال تأسف من اینجا میگم امروز در ایران هیچ انتخاباتی بدون نظارت بین المللی آزاد نمیتونه باشه، برای اینکه اون ارکانی که در هر کشوری و یک موقعی هم در ایران تا حدودی بر انتخابات نظارت داشتن یا حداقل میتونستن انتقاد کنن، میتونستن یک موقع اگر انحرافی دیدن فریاد بزنن، احزاب بودن، رسانه ها بودن، الان وجود ندارن. تمام احزاب اصلاح طلب بدون استثنا لغو امتیاز شدن یا جلوی فعالیتشون گرفته شده. تنها تشکل اصلاح طلبی که به هر حال مردم میشناسنش و در رأسش هم کسانی هستن که تا 6 سال پیش 7 سال پیش سران این کشور بودن، اون هم پروانه‌اش رفته به وزارت کشور برای لغو فعالیت، سایتش رو فیلتر کردن، رسانه‌ای نداره، روزنامه‌های ایرانی که پس از دیگری بسته شدن و روزنامه‌ای که باز شدن حتی بهشون میگن شما اسم کروبی، موسوی و خاتمی رو حق ندارید بنویسید، شما در مورد آقای رفسنجانی این حرف حق ندارید بزنید، در مورد آقای حسن روحانی اون حرف حق ندارید بزنید. چون این ارکانی که معمولا در هر کشوری و در هر انتخابات استانداردی میتونه ناظر باشه وجود نداره، به نظر من هیچ انتخابات آزادی بدون نظارت بین‌المللی در ایران الان مفهوم نداره. یک انتخابات آزاد با نظارت بین‌المللی یا پیدا شدن مکانیزم‌هایی که در داخل امکان نظارت مؤثر و سالم وجود داشته باشه، اولین دستور کار اون نظام، اون انتخابات هم تعیین نوع حکومتی که مردم میخوان. این چیزی هست که آقای کروبی هم در آخرین نواری که توسط خانمشون از خونه اومد بیرون و خیلی باعث عصبانیت حکومت شد گفتن اون چیزی که مردم میخوان، نه اون چیزی که ما میگیم. خب حالا اگر هم بر فرض یک همچین انتخاباتی در ایران بخواد برگزار بشه، آقای واحدی مستلزم این که در چارچوب قوانین موجود عمل بکنه، یعنی با همین قانون اساسی و با همون شکلی که حکومت در حال حاضر داره، چون به هر حال وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران بایستی انتخابات رو برگزار بکنه، حالا نظارت بین‌المللی یا نظارت بر این انتخابات باشه یا نباشه اون امری جداست، ولی به هر حال یعنی اینکه شما باز در چارچوب نظام باید کار بکنید و نظام رو قبول داشته باشید و قوانینش رو بپذیرید که بشه همچین چیزی اجرا کرد. من نمیدونم این فرض رو شما از کجا آوردید که حتما در چارچوب این قانون باید انجام بشه. این قانون ببینید، من قبلا هم گفتم وقتی کسانی میگن اجرایی بدون تنازل قانون اساسی، یک اصل این قانون اساسی اصل 99 نظارت و یک اصل دیگه است که اصل تفسیر قوانین و قانون اساسی توسط شورای نگهبان هست. اگر کسانی بگن ما اجرایی بدون تنازل قانون اساسی میخوایم، یک بخشش هم همینه، هر تفسیری که شورای نگهبان از قانون اساسی ارائه بده، حتی اگر شاز باشه، خلاف عقل باشه، خلاف منطق باشه، ما ممکنه بهش ایراد بگیریم، ممکن انتقاد کنیم و به لحاظ قانونی موظفی ملتزم بهش باشیم. به همین جهت من اصرار دارم که اجرای بدون تنازل قانون اساسی اصلا منافات داره با رسیدن به خواستای ما. من فکر میکنم در کشور دیگه هم کار انجام شده. اگر قرار باشه انتخاباتی برگزار شه که اولین دستور کارش تعیین نوع حکومت باشه، که مثلا آقای کروبی و آقای موسوی احتمالاً خواستار جمهوری اسلامی هستن، ممکن خیلی از مردم هم بخوان، من نمیدونم، هیچ ارزیابی صحیحی وجود نداره که بگه چند درصد از مردم الان نظام جمهوری اسلامی با همون قرائت آیت الله خمینی رو میخوان یا قرائت متفاوت یا قرائت مرحوم مهندس بازرگان یا اصلا حکومت اسلامی میخوان با قرائت آقای صدیقی امام جمعه تهران که رهبر بتونه رئیس زن رئیس جمهور هم تو خونه طلاق بده، هر چی مردم خواستن. به نظر من هیچ الزامی وجود نداره برای انتخاباتی که اولین وظیفش تعیین نوع حکومت هست، حتما در چارچوب همین قانون اساسی اقدام بشه. بسیار خوب، حالا شما خودتون بهتر از من میدونید که احتمال این که جمهوری اسلامی ایران تن نده به این شرایطی که شما و دیگران مطرح میکنن برای اینکه انتخابات آزاد باشه، نظارت بین‌المللی برش باشه و حتی برای تعیین نوع حکومت رفراندوم بشه یا نظرخواهی بشه از مردم، این تن در نمیده و انتخابات هم طبق معمول و روال معمول جمهوری اسلامی ایران در ایران برگزار خواهد شد. اون وقت تکلیف آدمی مثل شما چیه آقای واحدی؟ شما چیکار میخواییم بکنیم بعد از اون؟
ببینید خوشبختانه ما در دوره زندگی میکنیم که هم اینطور ادعاها که ما 99 درصدی هستیم زیاد بوده، هم فاصله خیلی کوتاه ادعای آقای مبارک 5 ماه پیش یادتون نرفته که در جلوی تریبون ها میستاد و میگفتش که من خاک مصر رو ترک نمیکنم، اجازه آشوب نمیدم. ادعای امروز بشار اسد رو میبینیم، حداقل مبارک رو در قفس دیدیم و دیگران رو هم خواهیم دید. اینکه به فرضی که حکومت میگه من زیر بار نمیرم که دلیل نمیشه که ما سکوت بکنیم، مبارزه انجام میشه، آگاهی رسانی میشه، بخش بیشتری از مردم ببینید روز به روز در همین حکومت داره ریزش میشه. شما ببینید در اطراف آقای خامنه ای نزدیکترین افراد به ایشون چند تاشون با ایشون هم زبانن در مورد فتنه دانستن جنبش سبز. به نظر من حتما لازم نیست که ما همین امروز آقای خامنه ای یا آقای احمدی نژاد یا هر کس رو محاکمه بکنیم. ریزشی که در نیروهایشون انجام شده به نظر من نشون دهنده موفقیت، نه موفقیت من یا آقای کروب یا آقای موسوی، نشون دهنده موفقیت جنبش اعتراضی که در طول سالیان دراز شکل گرفته، پخته شده، به نتیجه رسیده و امروز خوشبختانه به یک وحدتی داره میرسه بر سر مشترکات. این وحدت به نظر من اگر کمی تدبیر به خرج داده بشه به جایی میرسه که بسیار از نیروهای داخل نظام هم به اون خواهند پیوست و وقت کار خیلی ساده میشه. عرض میکنم همین امروز در جلوی چشممون کسانی رو داریم که 5 ماه پیش با گردن کلفتی و گردن کرشی جلوی دوربین ها و میسرن و میگفتن ما کشورمون رو ترک نمیکنیم، ما هستیم و اجازه نمیدیم کشورمون آشوب بشه و امروز در قفس محاکمه میشن. بسیار خوب، حالا شما دقیقا نمیدونین آقای واحدی که مردم اون کسانی که به عنوان اعتراض به خیابون ها ریختن در بعد از انتخابات سال 88 و عدهشون به میلیون ها رسید و معترض بودن الان چی میخوان؟ شما فرض بر این میگیرید که اون چیزی که شما میگید مردم میخوان و بنابراین این راه رو پیشنهاد رو میکنید که در انتخابات شرکت نکنند، ولی رهبران اصلاح طلب بر اون بخشش که آزادند از جمله آقای خاتمی، چه شما به عنوان اصلاح طلب قبول داشته باشید چه نداشته باشید، به هر حال ایشون اون فگر اصلی اصلاح طلبی در ایران بودند. اینها این راه رو نشون میدن، اگه مردم استقبال از راه اونها بکنند اون وقت شما قبول میکنید که شما هم به همون راه برید؟ شما به من بفرمایید کدوم موضع آقای خاتمی رو میگید؟ موضعی که در سایت های مختلف از قولشون نقل شد که ما در سال 84 هم اشتباه کردن انتخابات شرکت کردیم، یا اون موضعی که رسما در رسانه ها منتشر شد که ایشون گفتن بر انتخابات شرکت میکنن، یا موضع بعدی که ایشون گفتن که اگر ما هم از بعضی از جفاها و ظلم ها بگذریم مردم از حقشون نمیگذرن؟ اگر به من بگید کدوم موضع آقای خاتمی رو برای شکیت میکنین وقت من راحت تر میتونم جواب بدم. همون موضعی که بر اساس اون شما اون ویدیو رو پر کردید و گفتید که بنده دیگر اصلاح طلب نخواهم، افتخار میکنم که اصلاح طلب نیستم. بله، ببینید اون دو سه نکته‌ای که من گفتم بعد از همون بحث قبلی آقای خاتمی، یعنی اعلام شد که صحبت ایشون قدری مفصل‌تر از این بود که منتشر شده و ایشون در یک دیداری که با سری از دانشجویان شمالی داشتن اونجا گفتن ما سال 84 هم اشتباه کردن در انتخابات شرکت کردیم. من گمان می‌کنم این صحبت در واقع متأخر ایشون اگر حرفی هم قبلا زدن نسخ و فسخ می‌کنه حرف قبلیشون رو. اما فرض می‌کنیم که آقای خاتمی کماکان به شرکت در انتخابات اعتقاد داشته باشن و فرضم میکنیم که مردم، من اصلا نگفتم که این چیزی که من میگم دیدگاه مردمه، خودم عرض کردم خدمتون هیچ ارزیابی صحیحی، هیچ ارزیابی در واقع آماری وجود نداره که چند درصد مردم اون نوع حکومتی رو میخوان که به قول آقای صدیقی رهبر میتونه زن رئیس جمهور رو بدون اطلاع خودش طلاق بده و چه عده مثلا حکومت سکولار میخوان، چه عده جمهوری اسلامی، چه عده ممکن انواع دیگه حکومت. اما اگر اکثریت مردم، من صریح میگم اگر اکثریت مردم اومدن یک انتخابات آزادی برگزار شد و نوع حکومت رو همین نوع حکومت فعلی پسندیدن، من هم تمکین میکنم، ممکنه من کماکان به مخالفتم ادامه بدم که ادامه خواهم داد، برای اینکه گمان میکنم این نوع حکومت تجربهشو نشون داره به خصوص در چند سال اخیر. اما مقابله با حکومت نخواهم کرد، یک اپوزیسیون خواهم بود که از طریق اطلاع رسانی و بحث و بررسی با مردم صحبت میکنم. شما آقای واحدی در این حال صحبت از نافرمانی مدنی میکنید، شما منظورتون چیه؟ یعنی چی جور نافرمانی مدنی انتظار دارید که مردم بکنن؟ البته من هیچ جا باز صراحتا عبارت نافرمانی مدنی به کار نبردم، اما اعتقاد دارم بهش. ببینید نافرمانی مدنی معتقدم که ما بخوایم یا نخوایم، حکومت بخواد یا نخواد، کم کم در کشور شکل میگیره به دلیل رفتار خود حکومت. حکومت عرصه رو انقدر بر مردم تنگ کرده در بعضی جا مردم ممکنه حتی بدون اینکه اراده قطعی داشته باشن مرتکب نافرمانی مدنی بشن، قبوز آب برق رو نتونن پرداخت بکنن، در بعضی عرصه هایی که حاکمیت میخواد مردم وارد نشن یا نتونن وارد شن. اینکه حاکمیت از مردم میخواد، ببینید همین الان بعضی چیزا اگر بخوایم یه خورده دید سیاسی بهش بدیم، آقای خامنه‌ای توی مدت بارها فریاد زده که بعد از سوریه حمایت کرد، ولی واقعا تلقی اکثر مردم ایران این هست. الان کار به جایی رسیده که در سایت های اصولگرا هم دارن با استبداد بشار اسد مخالفت میکنن، یعنی از مواضع سیاسی
تا مواضع اقتصادی تا مواضع فرهنگی به نظر من نافرمانی مدنی شکل میگیره. اینکه یک فرصتی جوان‌ها پیدا میکنن در پارک آب بازی میکنن، این مخالفت مدنی، این در واقع مقاومت مدنی، این در واقع نافرمانی مدنی سر برابر اراده که حاکمیت داره. حاکمیت معتقده که باید مساجد خالی باشه، سر چهارها جوان ها نماز بخونن، جوان ها میرن تو پارک به همدیگه آب میپاشن. من اصلا نمیخوام اون کار رو ارزش گذاری کنم، درسته غلطه، برای جوانای کشور به اندازه کافی همون جوانهایی که آقای خامنه‌ای میگه بالغ هستن، همون جوانهایی که با همین شکل ها وقتی در راهپیمایی میان عکس آقای خامنه‌ای دستشون میگیرن خبرگزاری فارس هم منتشر میکنه، اما اگر آب بازی کردن اشکال داره. من اعتقاد دارم که نافرمانی مدنی هم در ابعاد سیاسی هم در ابعاد اقتصادی و فرهنگی شکل گرفت و روز به روز هم شکل خواهد گرفت. اونم نه نتیجه توصیه من و امثال من باشه، نتیجه رفتار خود حاکمیت است. شما البته گفتید که با صراحت از نافرمانی مدنی صحبت نکردید، ولی با صراحت از کنگره ملی صحبت کردید آقای واحدی. منظورتون چی از کنگره ملی؟ ببینید، من همونجا هم گفتم چیزی شبیه کنگره ملی یا هر چیز دیگه، به همین عبارت گفتم. من اعتقاد دارم باید یک تشکل فراگیری که هیچ در واقع امتیازی برای خودش نخواد، هم باز هم عرض میکنم در مورد نحوه شکل گیریش هم بایدش از بحث کرد. من به عنوان یک نمونه گفتم، اگر دقت کنید، اونجا گفتم چیزی شبیه کنگره ملی یا شبیه اون یا هر چیز دیگه، که سخنگوی یک اکثریت قابل توجهی از مردم باشه و قدرت انعکاس خواسته های اکثریت مردم داشته باشه. عنوانش میتونه کنگره ملی باشه، میتونه نمیدونم یک شورای باشه، میتونه یک به هر حال تشکلی باشه. اون چه مسلمه، من اونی که به صراحت عرض میکنم، حاکمیت فعلی ثابت کرده نه لیاقت حکومت بر مردم ایران رو داره، نه توانایی اداره کشوری بزرگی مثل ایران رو داره. هیچ هم لازم نیست من و شما خیلی سخت به خودمون بگیریم، همین اخبار داخلی خود کشور رو بخونیم، اظهار نظرهای داخلی خودشون رو بخونیم، اعتراف هست، منتها تقسیم بندی شده. مجلس میگه دولت عرضه نداره، دولت میگه مجلس کار شکنی میکنه، دوتاشون میگن قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد ضعیفه، در واقع همشون اپوزیسیون هستن. به نظر من عدم لیاقت و عدم توانایی خودشون دارن فریاد میزنن. وقتی همچین فریاد داره زده میشه، رهبران یا رهبران نمادین جنبش هم میگن حکومت دیگه حکومت جمهوری اسلامی، حتی با اون چیزی که اونها میگن نیست و در واقع اعتقاد دارن حکومت سرنگون شده، طبیعتاً باید یک حکومتی شکل بگیره. برای شکل گیری حکومت میشه نشست فکر کرد. من که عرض کردم فعلا در مرحله قبل از راهکار هستم، به این جهتی که گفتم هر راهکاری که مشروعیت زدوده شده از حکومت رو بخوادش برگردونه من باش مخالفم. شرکت در انتخابات رو در اون راستا میدونم باش مخالفت کردم. حالا کنگره ملی در گذشته هم بوده، ما نمونه آفریقای جنوبی رو داریم و موفقش و نمونه ناموفقش در عراق هم داریم. شما منظورتون یعنی الگوی شما کنگره ملی شبیه به اوناست؟ حتما همینطور. بله. خب این به معنای این کنگره ملی به نوعی از دید شما یه نوع ائتلاف هم هست، ائتلاف نیروهای مخالف جمهوری اسلامی ایران، درسته؟ بله، برای اینکه هر یک نفر در ایران حق داره حرفشو بزنه. ببینید، در همین حاکمیت زمانی که اصلاح طلبها پیروز شدن، آقای مصباح یزدی میگفت اکثریت که ملاک نیست. کی گفته اکثریت ملاکه؟ ایشون حتی از قرآن استناد میبرد که اکثر هم لا یعقلون. پس وقتی اونها در همین آقایونی که الان حاکمن برای اقلیت حق قائل بودن، امروز هم باید فرض کنیم اقلیت، ما که اعتقاد داریم اکثریت هستیم، اگر کسانی از نظر ما هم اقلیت هستن حق دارن بیان در این شرکت کنن، برای اینکه همین اقلیت ها هستن کنار همدیگه قرار میگیرن و اکثریت رو تشکیل میدن. بسیار خوب. حالا شما یک صحبت دیگه هم که کردین آقای واحدی اینه که شما برای تعیین حاکمیت ملی و اون دموکراسی که میخواین از طریق برای تحقق منافع ملی با همه کشورها و همه حاضرین همکاری بکنید بجز اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق ایران. چرا این دو رو استثناء کردید؟ من دیدگاه خودم رو گفتم، همونجا هم براتون گفتم این نظر من هست، دلیل نداره که کسی همه بپذیرن. از دیدگاه من رفتار این دولت و این سازمان خیلی تفاوتی برای به کرسی نشوندن حرفشون خیلی با رفتار جمهوری اسلامی تفاوت نداره. این دیدگاه من، ممکنه کسی موافق باشه مخالف نباشه. من میگم ما که با این رفتار جمهوری اسلامی مخالفیم، امروز رو من کاری ندارم. به سابقه که نگاه میکنم، جمهوری سازمان مجاهدین برای پیشبرد اهدافش خودش رو محق میدونسته که ترور انجام بده، بمب گذاری بکنه. باز میگم من دنبال ارزش گذاری یا نفی ارزش نیستم، عرض میکنم این روش ها برای به کرسی نشوندن حرف و در اسرائیل هم به نظر من این اتفاق داره میفته. به نظر من خیلی تفاوتی با روش های جمهوری اسلامی نداره. در واقع این یک نوع رفتار ایدئولوژیک هست که هم جمهوری اسلامی ازش داره تقلید میکنه، هم اسرائیل و سازمان مجاهدین. بسیار خوب. البته شما قبول دارید که افراد و سازمان ها خط مشیشون و روششون میتونه تغییر بکنه، کما اینکه خود شما هم تغییر کرد آقای واحدی. شما یک زمانی معاون وزیر دارایی بودید در جمهوری اسلامی ایران. بله. و خیلی هم وابسته به حکومت بودید. بله، من تا 6 سال پیش مشاور رئیس مجلس بودم، بالاتر از معاون وزیر دارایی. ببینید، من عرض میکنم شما امروز نشانه دیدید که سازمان مجاهدین گرفتار گذشتهش نفی کرده باشه؟
بسیار خوب، حالا ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، وقت هم نداریم، فقط اجازه بدید من یک سوال آخر را از شما بکنم و اون اینه که شما میگید که من طرفدار یک نظام سکولار هستم، دلیلتونم اینه که چون برداشت‌های متعدد از دین میشه در نتیجه دخالت دین در حکومتداری رو قبول ندارید. اگه یک برداشت منسجم یک دستی از دین باشه، اون وقت قبول دارید که دین در حکومت دخالت بکنه؟ باز هم من عرض میکنم، ببینید اجازه بدید همون عباراتی که من خودم به کار بردم گفته بشه. من هیچ وقت نگفتم من طرفدار حکومت سکولار هستم، اما حکومت با معنای فعلیش نفی کردم. به صراحت گفتم نه امروز، از ابتدای انقلاب تفاسیر مختلفی از دین عرضه شده و هیچ در هیچ دوره‌ای تفسیر منسجمی از بسیار از احکام اجتماعی وجود نداشته، یا احکام شخصی و فردی حتی. ما اگه بخوایم مبنا رو بر یک فرض نسبت نزدیک به محال بزنیم، خب بحثمون به انحراف میره. اما اون چیزی که امروز به واقعیت در کشور وجود داره، من سوال کردم، آقای خامنه ای چند سال پیش اومده در جلوی دوربین های تلویزیون گفته هیچ کس برای من هاشمی نمیشه. همون آقای هاشمی 10 سال در مورد ادارت اجتماعی صحبت میکرده. امروز در حکومت همین آقای خامنه ای، آقای هاشمی به عنوان ضد عدالت ترین رئیس دولت کشور مطرح میشه. در مورد احکام شرعی همینطور، در مورد احکام بسیار از احکام، حتی احکام عبادات انفرادی، دیدگاه آقای خامنه‌ای با آقای مصباح یزدی، با آقای دستخیب شیرازی، با آقای آیت الله خمینی متفاوته. ده. من چون نمونه‌های متعددی داریم که چه در مسائل اجتماعی، چه در مسائل فرهنگی، چه مسائل سیاسی و چه در مسائل مذهبی دیدگاه بسیار متفاوته، اصلا این رو یک فرض کاملا غیر قابل تحقق می‌دونم، به همین جهت روش فکر نمی‌کنم. این نوع حکومت چون مشخص نیست قرار کدوم قرائت از دین در برش حاکم باشه، به نظر من امکان پذیری اصلا نیست و دنبالش هم نباید بریم. متشکرم آقای مجتبی واحدی از شرکتتون در برنامه به عبارت دیگر. موفق باشید. ممنونم از شما.